اسمش حسن تفنیزیه. روزی نیست مسافر را ازش شکایت نکنن. عاقبت یه کاری دستمون میدیم. همه عجب شکایت کرد تو دیگه جنگ شده رو بردی. آقا من چه گناه کردم؟ سلیمان خان تو به تو با چی کار کرده؟ همهش آواز تصدیق میکنی، مواظب کارت نیستی. شونده اصلا دیستیدنی سرت نمیشه. مگه تو منم بره؟ تا کجا باشی؟ اگر تو بمیتونی اداره خب از دفتردان چیز بپنسی خب این هم عوض جواب اصلاحی باید بگه برون برون زنا کلی که خوشت میاد. من؟ چرا؟ واسه اون که این تصیل دیگه قدیفی شده. صحیح، پس اون چه قدیمی نشده کدومه؟ ها، خیلی هست. مثلا دلبر محصه کره گردن کلوفته هم عید اومد من بی پولم به این چه گفتم؟ بسه، اگه دلت میخواد بخونی برو تو همون بخون. ما آقا جون، خرمون از کرزی جون ندار. بیزی موز تو، برو گورتو گم کن. خوش اومدی. پس بیرون هم میکنید ها؟ بله.
یعنی من برم؟ نه خیلی بفرما بشه رو میز آقای مکی. باشه آقا خدا حافظ. از برات با من چشان رفتم اینا مهربان، از من آزرد دل شیده گفت یا می نشان، رفتم که رفتم اینا رو که می بینی ماسک حاجی جباره، هرچی خریدار بشه معلومه که پول داره، یکی از اینا بخواد پولش نزول برداره، چون که خود حاجی هم حجرش توی بازاره. ببینید بچه ها جون کی آوردم براتون. همجون آخه این مسافرت شما به پاریس خیلی بیموقت، میخواستم آخر این بود عروسی کنی. ای چه خوش سلیقه، خیلی سلسله تنده. آقا میخواد عروسی کنه، بفرمایید دختر زیاده. پس خوب بده فراموشم نکنی، اقلا برام نامه بنویس. ببینی که چقدر دوست دارم. بیا من گلی که زیاد بهش علاقه داری. اوه این دنیا خوشحال شدم. کجا بود؟ اینجا قایم کرده بودم، حالا میذاری سیت میسنی. منو چه؟ یه چیزی بهت بگم بعد از این یا؟ نه چه بدی جانم، چه میخواه بگی بگی؟ هیچی باشه بس. خیلی من سیتی گوش کن من سیتی، درسته که تو پسر امون منی، ولی آخه چه فایده داره که محبت یک طرفه باشه؟ حقیقتش اینه که من تو رو دوست ندارم. خوما باز شروع کردی؟ قلبت هم همین حرفو میزنی؟ آره من از زبون دلم صحبت میکنم. بسه نمیخوام این حرفای پوچو بشنوم، بعد از مراجعت با هم عروسی میکنی. دقیقی عروسی کسی سیابون خلبته نتسوسی. اوه پس اینطور مانی مدر پیش از مسافرت یادگاری خودی بهم ارائه دادی؟ میخواستی اختیار خودتو داشته باشی، بگیر برو بده به کسی که مثل خودت بلحوثه. قلبنو مجروح کردی هما جان، مجروح. سلام. سلام حسن، تو این بیان چیه؟ مگه بگیر اتوبوس کار نمی کنی؟ نه بیگونم کردم، حالا اینا رو میسازم و میفروشم. خودت میسازی؟ ایوا حاجی جباره چقدر قشنگه، راستی اینا رو خودت میسازی؟ آره شبا میسازم و روزم میفروشم. تو همه فنهریزی، تا فرقاشم هستی؟ شاید اینه چنده؟ میخواد قابلی نداره، یکیشو از من یادگاری داشته باشی. منزل شما همینجا؟ بله. آخه اینجا خوب نشد، متشکرم. خدا بسنیم برای تو چه فرقی نمی کنه که یه تو علق لحظ باشه که یه پسر بچه میلیونه. بسه کم تفله ایوان سوکه این دیگه باشه فعیلیخ سالم و سالم بودا، خدا بیامرز خوب مزید، خدا بیامرز کرد. آره خدا بیامرز
میخواستم تو رو ببینم برای دیدن تو هم دیدیم هیچ راه دیگه ای نداشتم به من کار داشتی؟ آره یه کار خیلی مهم بگو من که بلد نیستم مثل ایزی رو صحبت کنم آخه بله نمیدونم چجوری بگم میترسم ایزتی چیزایی بگم که عصبانی بشه چی میگی هستم؟ میخوام بدونم تو منو دوست داری یا نه؟ بگو خیلی وقتی دوست دارم اما چه فایده؟ پدرم هیچ وقت راضی نمیشه این تاجر ثروتمنده تو یه پاره کابی حالا دیگه دنیا مال من تو منو زنده کردی زما رضایتی که داره پای من خود اونم بشره بالاخره وقتی که فهمید ما همدیگه رو دوست داریم راضی میشه راستی من تو حاضری به من کمک کنی بله، من حاضرم ثروت برای من ارزش نداره خیلی خوب خانم تا تو برگردی من رضایت پدرت رو ازش میگیرم خب خوب حاضر من اینجا ببینم هیچ خوب نیست من رفتم خدا حافظ برو به سلامت هستم به امید دیدار خدا حافظ آره همین کنه روزی رو خدا میده از ما خوردن و شکرگزاری بله اما بعضی ها میخورن و سجده میکنن اونا بشر نیست بله احسنت بنده اگرم نون نداشته باشم بازم شکر میکنم چرا؟ تو اینکه خواست خدا اونا حق پدرت از ده نگرده آقا دو نفر اومدن با شما کار باستن چجوری هم؟ والا بزرگه مثل شکر بازنشسته میمونه کچیکه هم مثل زیبورا مثل زیبورا؟ کجا بردی چون؟ چیزی بلند نکنم؟ نه قربون، آوردم تو سوهیا آقا شما خیال میکنین من بچه؟ نه ما خیال میکنیم شما خیلی گنده برو برو بیا بابا چه تحنی کن امروز؟ تمام صورت همو بریزی که مهم نیست آقا دارم همه کاری میکنم بسنم قربان سلام اسکندر بنده سلام چی کار داشتی؟ سلام آقای اسکندر خان ماها اومدیم برای یک کار خصوصی اگه ممکنه آقا زادتون رو بکشیم با نباش نکن بزن مذیرت میخوام خیره یا شره چی کار داشتی؟ خیره قربان سمسان تو خیلی نه پس از انجمن خیریه اومدی بریش بابا اگه واسه زلزله زدگانه چه دادم اگه واسه مسلولین اونم دادم این میدونه امیر خان دادن یا ندادن چرا قربان مرمت فرمودین بله دادن دادن خیر قربان ما از هیچ انجمنی نیامدیم ما اومدیم که با اجازه سرکار یه گلی از باقی شما بیسیم ببریم بکرد بازه خودمو ولی قضایی میشه وگه نه حمید خان تو رو خدا چیزی فهمیدی؟ خیر قربان بنده لیسانس ادبیات نیستم ولی چند خیال میکنم که از گلستان تعدی تراموش کردی بای ما خان رقب چشم میدیده بگو دیگه ممکنه داشته باید آتا برسیمی اینا پیمه خودمونی
بله قربان، آمدیم خدمتتون عرض کنیم. وقتی که درختی رو میخوان به هم پیوند کنن، از این شخص با این شخص هیچ فایده ای نداره. پیوند خوبه، از درخت دیگه باشه قربان. فهمیدم شما مهندس کشاورزی هستین. خیلی باقی هستین؟ کار میخواین؟ خیلی باز فروشین؟ خیلی خیر و زهر مارفت چی میخوای؟ نمیگی؟ من خودم میگم. ما اومدیم خواستگاری دختر شما. لطفی پوچنده خما رو به من میدی یا نه؟ اسمم حسن تشمیتیه. تا چند روز پیش پارکابی اتوبوس بودم، حالا کارخونه درست کردم و ماست میسازم. حسن تشکیه لختی دخترهای بدم به تو، یعنی به اصطلاح خواستگاری اومدیم. ایران چی میگرد؟ این دیوونه هست. خیال میکنی من دخترم از زیر بطه پیدا کردم؟ خلی دینا بیرونشون خواهد یعنی دبری گفتیم تو همین یه راز دلت واسم بگو. آخه من مادرت هستم. چیزی نیست ماره، یه خورده حال ندارم. بیره مادر جون، بده بخواب، استراحت کن. همین ها که ساختی تا یک هفته دیگه بس مونه. نه ماره، من موزا خیلی به پول احتیاج دارم. هرچی بسازم کمه. پول برای چی مادر جون؟ نکنه عاشق شدی؟ خوب فهمیدی، این دختره رو دوست دارم، اما پدرش پولدار به من نمیده. غلط میکنه نده. مگه افلیجی؟ الحمدلله جوونی هستی، هنرمند و زرنگ، روزی ده بیست تومنم کاسبی. مالا چی داری میگی؟ ده بیست تومنم پوله؟ چی بگم به این پدرم که مرد یهشی پول برامون نذاشت؟ برو مادر جون، برو بخواب، بذار به کارمون برسی. خلاصه ننه جون، اگرم ندادن قصه نخور. اینجور خانواده ها درد سر دارن. میرم دختر مشتی ماشالله بقال واسط بگیرم که با یه لچک تا آخر عمر باها زندگی کنی. به این سادگی؟
باز زندگی کنم. خیال میکنی دست خدا آدمه؟ من دارم ازش خون میسوزم. این چی میگه؟ خب ننه جون عصبانی نشو. برو مادر جون، برو بخواب بذار تنها باشم. چشم میرم، ناراحت نباش. تنهایی بهتره. جوان چرا ترسیدی؟ مگه کسی هم از مخلوق خودش میترسه؟ اسم چیه؟ من حسنم. تو چی هستی؟ خوب شناختی پار جنزا غاچپار سغور مرو پرگند خفار عاشق نیرم و دولار. آخه مگه تو نمارده بودی؟ چرا؟ همینطور که خبر داری تو دادگاه به شکل سر در اومدم و چند تا تو جهنم خوراکم استخوان بود. خلاصه اینجا سالی شش روز مراقبت میدن. من یک مطلب داشتم و گرفتم آمدم اینجا. ببین حاجی، انگار بعد از تقسیم پولات رفتی به بهشت. بابا دلت خوشه؟ مگه میشه آدم تو دنیا سر خلق و خدا کلا بگذره و بعدم وقتی میبینی مرگش نزدیک شده پولاش تقصیر کنه و خدا هم از سر تقصیرش بگذره؟ پس اینطور نبود؟ نه پسر جون، اون بهشتی که شنیدی با پولیش خرید بهشت آخرت نیست، بهشت های دنیاست. خب اینا رو قبول. چطور شد از جهنم برگشتی درست اومدی سراغ ما؟ از مادرم نزول طلبکاری؟ نه جونم، من دیگه از هیچ کس طلبکار نیستم، بلکه به همه مردم چیزی وقت ظلم کردم بدهکارم. حالا اومدم دینم را به اونها ادا کنم که از عذاب جهنم راحت شم. آره جونم، من روح هستم، روح. که نمیشه دید حاجی آقا، شوخی رو بده کنار. ما اهل شوخی نیستیم. گوش کن بگم، من وقتی که به یک چیز غرور میکنم ظاهر میشم، بیان بیرون کسی منو نمیبینه. چون اینجا شکل خودم رو دیدن اول به سراغ تو اومدم و به شکل خودم غرور کردم. ببین الان میدم تو این عکس. کجا رفتی؟ حاجی آقا قیبت رفت. تو چطور شدی تو؟ چیز عجیبی الان اینجا بود. کجا رفت؟ مادر کسی رو به ما ندیدی؟ آخه الان اینجا بسته بود. نه چرا کسی نبود؟ با چی هست میزدی؟ با من صحبت میکرد. سلام خانم، احوالش مستده، انشالله که دلت نداری. اوه پدره، حتی پدره داره حرف میزاره. خدایی دارم خواب میبینم. نه ترس مادر جون، پدرم نیست، حاج جباره. چی؟ حاج جبار؟ استغفر الله، امشب بسید که توی خونه جن اومده، هر دو من دیوونه شدیم. جن چی مادر؟ برو بخواب دیگه، دیره. پس تو چرا نمیری بخوابی؟ نیست میشم مادر جون، برو بگی بخواب قربان. من اینجا کار دارم، تو برو. خدایی آخه چقدر میخوای کار کنی مادر جون؟ خب حسن، حالا حاضرستی بریم. کار زیاد دارم، نمیتونم برسم، تو باید به من کمک کنی. آقا نصف شبی کجا بریم؟ بلم کن حاجی آقا، بذار فردا. خدایا حجی، که
گفتم که به تو احتیاج دارم، باید در موقع لزوم از جلد تو استفاده کنم. چطور؟ بری تو جلد من؟ یعنی من حاج جبار بشم؟ حرفی ندارم، اما شرط چیه؟ بگو. شرطش اینه که دست هما رو بذاری تو دست من. هما کی باشه؟ نامزدته؟ دختری. شرط چیه؟ بگو. خب قول میدم تو آزود برسونمه. بیا بریم. بیا بریم مادر جون، من رفتم. فعلا خداحافظ. کجا؟ تو مریضی، واسه اینجورت خطر داره. نمیذارم بریم، من نمیذارم. بیا بریم. حالا این ضعیفم واسه من اسباب زحمت شده، در رو باز میکنه. نمیدانی که برای روح هیچ مانعی وجود نداره. دستت رو بده من. آها بارکلا. رفتیم حاجی آقا، اما یادت باشه که قول دادی. پسر حاج جبار فرزند قفار، قولش قوله. رفتیم بریم. اینجا کجا؟ حاجی آقا این مجسمه چیست؟ نه چی رفتی؟ مجسمه خودمه. این اولادان در ما کردن تا مردم کارهای بدونن و فراموش نکنن. حاجی آقا دروازه داره جا میشون. آره، سال یه دفعه این دروازه با میشه. پشت این در اونهایی هستن که به خود دل میکردم، ازشون میدیر خوردم. واقعا که دور کاشم. خب بریم تو گناهاتو جبران کن. من که جرات نمی کنم. من تو دیدن که پسرم میکنم. دلم کن. پس چه جوری مقصد جبران کنیم؟ یواش یواش میخوام از تو زمین کنم. نوبتی هم باشی نوبت تو. نوبت من؟ اختیار دیگه این حاجی که این حرفا چیه؟ خیلی خوب. پس که تو رو ندیدم یه دری. آه فردان دهنه. از قدیم علما گفتن عقب نشینی و عقلانه به حکم نیرمانه. بیا بریم. درستاکی حاجی آقا اگر حلولایی ساختن ها فایده چیه؟ امروز بخوام بفروشم چی میخوره؟ یه پاپاسی به این نمیدن. بیا بریم اول عقب اون دختره، بعد واسه خودم یه فکر میکنم. من بمیرم شوخی نمی کنی؟ من گناه رو میبینم. شوخی چیه پسر؟ حاج جبار فرزند قفار قوله قوله. تا دو روز دیگه دستش میذارم تو دست. با چیزی میخوایی؟ نه حاجی دیگه فکر چی نمیخوا. فقط بگر دست تو بگو. بگیری بگو. بگیری بگیری بگیری. هوا داری روشن میشه. چه روشنه حاجی آقا؟ اینجا کجا؟ این چه ساختی میمیه ها؟ اینجا؟ یه بابا رو دیدیم. چه؟ راستی؟ آره. اینجا ها میشه؟ اینجا؟ مگه نگفتی دختر رفتاری؟ خب ما هم میریم تا پیداش کنیم. من هر پرسیده واسه پیداش میکنم. فکرش نکن. بیارم یه سوالی میشه. یه دقیقه هما از نظرم دور نمیشه. همیشه جلو چشم هم میشه. تخصیل خودت دیدیم. خب
فکرش نکن، این طور نیست. خلاصه منو کلافه کرده، خیلی تو فکرشم. الو، توجه فرمایید. از اتاقایید حواظه مرد تقاضا می شود برای انجام تشریفات گمرکی به کابل گمرک تشریف بیاورم. ده دقیقه دیگر حواظه مرد تاریخ حرکت. یاد بودی چه دی کمان کسیم می ده آره آره بیا ها، سیف کن بیش یه بود خونه بیش چه آزا خونه بیره چه آزا خونه بیره نگه فهد نابسته کنه چه ها بخور چه تو سرای بیره چه میاد آزا خوب بیره این چه باش بیره مجرم ببینیم تو بیاره آره تو برای پرشم آورد
چه مرغ چاقیه. آجی من که خیلی گشنم بود. گشنه بخور برادر، چرا واستادی؟ چرا اینطور شدم؟ حسن سرم داره گیت میگه. چرا؟ اوه این یارو رو ببین چه شکلیه، با چه افادهی داره شام میخوره. لابد آقای خیلی پول داره حاجی. چی؟ پولدار باشه؟ مگه ما پولدار نبودیم؟ چرا؟ این همه افاده؟ حسن بزن تو سرم نامری بشم، جون بکن به بزن به. چی کار میخوای بکنی؟ حالا ببین کار به کجا رسید. این بچه یه بچه داره منو نصیحت میکنه. این تو نباید تکبر داشته باشه و خودشو گم بکنه. فهمیدی؟ آره. حالا یارو تا اون داره این شب رو فراموش نمیکنه. آجی نگاه کن، مثل اینکه رفت میخواد جور بشه. Thank you.
خواهش میکنم Ajee.
برید کنم ببینم برید 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 کنم اینجا معدن خوشگله خوشگله بله بله با خرگه دیگه نمیتونی ببینیم بسن اوه Mm-hmm.
خدا نکنه تن سالم جوونم که هستی. پول که ندارم جوونی رو چه دردم میخوره؟ اونم خدا بهت میده مادر. خودکشی کار و ترسوها، تو به من گل دادی به مردم کمک کنی، هنوز هیچی نشده از میدون در میری. نه این حرفا دیگه درد منو دوا نمیکنه. برو دور شو، بذار خودمو خلاص بکنم. خدایا خودت ببینی که من بیگناه بیگناه. جواهر اینا رو که اینجا گذاشته بود؟ آره مرواری. مادر بیا بیا که خوشوقت شدی، بیا دیگه با اینا میتونی بعد از این راحت زندگی کنی. بیا بیا گنج پیدا کردم. بیا آقا جون دیشب 70 تومن بهت دادم. چه دادم؟ اینم 100 تومن جمعا میشه 170 تومن، درسته؟ اجازه میفرمایی؟ حسن تویی؟ سلام آقای میرزی. بیا تو، بیا جونم، اینم پول بارنامه است، بیجی ببینم. برو به سلامت، برو. یالا حسن جون، احوالت چطوره؟ الحمدلله. بعد نیست. آقای میرزی، من اومدم از شما خواهش کنم اگه ممکنه. قایده نداره جونم، برو برو یه کار دیگه ای پیدا کن. بلش کن هستم جون، آدم نیست. ببین من خودم یه کاری برای پیدا میکنم. خیلی خوب. آقای میرزایی بنده میخواستم عرض کنم اگه مانعی نیست، مانع که زیاده، تو جونم بهتره بری هنر پیشه بشی. پارکابی کار تو نیست، این کار ذوق میخواد. عرض میکنم اگه ممکنه اون ماشین سواره جونی به من بفروشی. کتالا بچه ها همه میدونن من از اون اولش به ماشین شما خیلی علاقه داشتم. شما 20,000 تومن خریدی؟ آه بفرمایی اینم 25,000 تومن. ماشین منو جمشید خان این چی میگه؟ پسر نکنه تو میلیونه شدی؟ حسن خان به اون نونو نمک خستم 2,000 تومن خرج این کردم تا شده یه ماشین نو. جعفر میگی من تو رو خوب میدونم چه حرام زدی هستی، 1,000 تومن هم خرج نکردی. آره اختیار دارید آقای حسن خان، تو دوزی رو ملاحظه بفرمایید ببین چی کار کرده. آره آدم حض میکنه. آره خوب تمیز شده. یا الله داشتن کسی ناروشن تو کجا اینجا کجا؟ دوباره قبول کرد. خب الحمدلله. سلیمان خان خدمتشون عرض کردم 2,000 تومن خرج این کردم باور نمی کنم. چی؟ جناب آقای حسن خان نفهمیده جناب آقای حسن خان کیه؟ چیه؟ من میگه آره سلیمان خان دنیا چرخ و فلکه. پارکابی دیروزی امروز شده جناب آقا. چرا؟ چون پولدار شده، میلیونر شده. اگه بخواد میتونه این گاراژ شما رو با تمام ماشیناش بخره. که بله قربان تشنمه بیشنشونه آب بیارید، آب خوردن
آقای حسن خان دیشه شوره قربون الله خدا بیاره چاکل توجه دیدی؟ این همون مدیرمونه که برای تصنیف خوندم منو بیرونم کرد پس این تو شدی ملینه آقای مدیرم رفت برات آب بیاری خوش باله کاش من جنگ تو بودم ایجا نه تو ایم خون جون تو هیچ خوشحال نیستم حکو چه پایده؟ اشتباه میکنی پول با چیز خوبیه با پول چی بخوای میتونی بخری همینه که من راضی نیستم من نمیخوام دختری که دلباخته اونم با من فقط برای پول ازدواج بکنه دختر؟ آی شنگ حسن خان بفرزین بفرزین دست در نکنید شما چه رو زحمت کنید خواهی شکره نوشی جوره خوبه خوبه که گرچه نبو نبو نه بیسر به جزه برای تو بیاره قربون دست بیاره قربون دست خب حسن جون حالا که اینطور شد برای دفعه آخر یه آواز حسابی برامون بخون الو بابا بخون باش برای رفقام هرچی از دستم بیاد حاضرم قربون تو پسر آقای مدیر اجازه میفرمایید بله بله آقا بله اختیار دارید حسن خان اجازه من دست شما چرا خجالت هم میدی تصدیب خیلی خوب چیزیه روح انسان و شاد و شاداب میکنه تمنا میکنم بخون Thank you.
یعنی که من که پول قیچی نمی کنم، مگه مجبوری حالا عروسی کنی؟ وانگهی بگو نامزد گردن کلفتت بره واسه پول بیاره. برو چایی بیا. آقا بعد از 5 سال کلفتی جواب من این بود. خیلی خوب باشه. مگه مفت کار کردی؟ تو الان 50 تومنم به من بده کاری. برو چایی بیا. سلام امو جان. سلام امو جان، چطوری؟ قندی؟ خیلی چازی؟ میخوایی براتون برختم؟ نه، منو دیدی خوشحال نشدی. نمیدونی بسه چی چی آوردم. میخوایی؟ نه جانم، باز کنه. باز کنه؟ خیلی؟ وای، باز بردم خدا، ترسیدم. اینا چی هم؟ آشنا نیستم. آره، ما همه جور دوست آشنا داشتیم غیر از حاجی فیروز. من برم لباسمو بپوشم میام. من پولاج‌زاده اینجا. فرمایش رئیس، پس بفرمایش جون. الان میان. ببخشید چرا رفتیم؟ از چی نا از چهر پیش گوشتی؟ لوله اگزاز شده میلیت ملوشتی. بفرمایید قربان، قدمتون روی تخم چشم من. بیشور زنی پس آنم مینا. میفرمایند زن داری؟ داشتیم ما زن، اما فوت کرد. آه چیه؟ هزار تومن بدهی برای ساختمان زنی کوکو. هشت میخانی هی؟ بگید بپس هشت براش کوکو هی. آری جناب، میفرمایند با این پول یه زن توپل مپل پیدا کن و عروسی کن. بنده زن بگیرم؟ چست قربون، زن رو میشتونم. بفرمایید تو بنده الان همین امروز به آقا بچنه میدم. بالاخره من شما بفرمایید. بفرمایید قربان قدمتون، لنگ چرشتون سر من بخوری. بفرمایید این صاحب مردم که بسته نمیشه. آقا مهمون اومده. کیا هستن؟ نفهمیدی چی کار دارن؟ این پولا چیه؟ اینو عالی جناب داد، 1000 تومنه که برم جمع بستونم من. 1000 تومن؟ در 1000 تومن به دنهان داده؟ بده من، بده نگهت دارم برای خرج و دفن و کفنه. ده اختیار دید آقا، مگه من مرزنیم؟ بازینا بازینو اتامی نستی که تا هون دیره بفتی اما به پا نماستی. او یا خدا بفرمی. السلام اتامانو. شرابات نگیشو نامزد پتیهو؟ بله آقا، نامزد دارم. چیه؟ 2000 تومن یه گربا بیدی یاتقان چوب خوه. عالی جناب، این 2000 تومن رو مرحمت فرمودن که با نامدارت عروسی کنی و خوشبخت بشی. بله بله. 2000 تومن که عروسی کنم؟ بله دیگه. خدا عملتون بده. بذار دستتو ماچ کنم. نیم ماچ کنم. خودت دیرم. خودت دیرم. یواش دختر، چه خبرته؟ ببینم این پولا چیه؟ از کجا برداشتی اینا رو؟ بلم کنی، آلی جناب داد گفت برو عروسی کن. ارباب اینطوری میشه. 5 سال من پدر شما کار میکنم، 100 تومن خواستم بهم ندادی. برو کنار،
قرقر نکن. تعظیم هم کردم قربان. حال جنابالی که خوبه. بفرمایید بشین، خواهش میکنم. آقایون بفرمایید بشینید. تقاضا میکنم بشینید، بنده رو خجالت ندید. خادمین عالی جناب وظیفه مندن که بیستن. خب عالی جناب که حالشون خوبه. لازم میدانم قبلا عالی جناب حسن الملقب و مشهور به تصنیفی فرزند شیخ و شیوخ و عالی القلوخ مدبر پاشا که در یک ملاقات دل به عشق دختر شما باخته و سر از پا نشناخته با مرکب موتورین تاخته و خود به زیور و زر ساخته سرش را پایین انداخته به خواستگاری سبیه پرداخته و تصمیم دارند با دوشیزه نجیبه و سلب فرمایند مخبی پاپاخی دوشی رویه و علم شما هما خانوما خیال دار من زن شدی. من زن شدی؟ آها بس میدم زدی بچه تو شه درستگی شو خیش درم. میفرمایند افضل عالی جواب گویید و نظر خود را ارائه بفرمایید. خلاصه این عالی جناب دختر منو میخواد. بله بله قربان. عالی جناب طبیعه قابل شما رو نداره. هما کنیز شما. ملاخیری هما کنیزهی دستی گل شدی هما. اما عجب تصادفی. ما هم تو ترون یه حسن تصریفی داشتیم که ببخشید ها تارکابیه. لازمه تی حضورتا مردک هما کنیز کجا باید شدن؟ هما گل دسته شود باید بر سینه من. می فرمایند هما کنیز ما نیست، تاج سر ماست. ضمناً عالی جناب در مقابل سبیه نجیبه حبیبه طبیبه شما مبلغی بالغ بر 100,000 تومان و چه نقد رایج ایران مهریه در نظر گرفته و ملک از املاک خود را با 4 عدد پلاس در شهرستان عراق شسته و رفته و پاک بهتر از کادرهای آلفرد هیچکاک در زهر قباله دوشیزه تثبیت مثبت خواهند نمود. آیا اجازه عقد می فرمایی؟ اجازم حرف خدمتشون عرض کنید که من از اولش هم حرفی نداشتم. سپلش چچاخی خانم هما حاضر تا تا تو بیاد بود. میفرمایند خود دوشیزه باکرم بایستی در این مجلس حاضر بشوم و رضایت بدهم. بهش بگو رضایت من شرطه. این کارا به هما مربوط دید. دختر وظیفه‌ش که از پدر اطاعت کنه. بابا من قصه شدم میخوام درم دیگه. خالجت بگو شفیل ایچان جان چرا میزنی من بازی نمی کنه همه. عالی جناب عصبانی شدن. میفرمایند دختر حتما باید رضایت بده. بابا تو چه زبون آدمیزاد سرت میشه. آخه میترسم دختر راضی نشه معامله به هم بخوره. عجب بیا این انعوم تو فهمیدی؟ رشوه؟ کارو تموم کن. رشوه آنان که رشوه خارن همیشه خارن، به خصوص که خادمی از خدام و نوکری از نواکر عالی جناب باشن. اختیار داری. منظور من رشوه نبود. بسیار خوب میگم بیاد. بلش کن انگار من تو برای خود که چهار تا زن دارم بیشتر پول میده.
بفرمایید قربان. گیشو زن آنامانیانی. بله قربان عوضی که 4-5 تا تو می از قول من گفتم به این کس که تو بل مدلی برو. عالی جناب می فرمایند من با آدم احمق کاری ندارم. دختر مواظب خودت باش، کاری نکنی عالی جناب پشیمون بشه. لقب به بخت خودت نزن، همچی شوهری رو تو خوابم نمیدونی. برو کاری بکن که خودتو تو قلبش جا کنی. آخه بابا تو که میدونی من نامزد دارم. خفه شو دختر نفهم، مگه منوچهر رو میشه با این یارو مقایسه کرد؟ از حبشه تا زنگبار، از مراکش نمیدونم از دروازه چی تا زهر مار، همش مال اینه. برو معطل نکن. نه پدر، آخه ثروت تو نمیتونه آدم رو خوشبخت کنه. چطور راضی میشه دخترت با یک سیاهی بد ترکیب ازدواج کنه؟ گیر عجب دختر نفهمی افتادم. دختر پول داره، پول، فهمیدی؟ همین پول چشمای شما رو کور کرده. کافیه، یالا برو جلو ببینم. حرف زیادی زدی دیگه خودت میدونی. یالا تو هنوز خوب و بد خودتو نمیفهمی. اینم هما، کنیز شما. آشنا بشید با هم. خیلا خیلا خوش هستی. نتی عالی جناب می فرماین از ملاقات با شما بی اندازه مشعوفم. می خوام 70 تن مشعوف نباشه. اما شما سیانستی؟ حسن تویی؟ یواشتر صدا تو در نیار، رضایت بده تا عقد بشیم، بعد همه چیز رو بهت میگم. خب دخترم، عالی جناب اومده خواستگاری تو. من که رضایت دادم، اما میخوام تو هم رضایت بدی. بگو بابا جون، بگو چه راضی هستی. من حرفی ندارم آقا جون، شما که راضی هستی من دیگه چی بگم؟ فقط به خود سیاس کنم بلکه یه جوری بشه. آی باری کله دختر، حالا فهمیدم که دختر فهمیده ای هستی. رنگشم هیچ عیبی نداره، یا آفتاب میخوره میپره. خب عالی جناب ما حاضریم. میمنت و مبارکی انشاءالله به پای هم پیوشا. انشاءالله جنگلی ونگلی منگلی. بله بله انشاءالله. عروسی که انجام میشه؟ رسم ما اینه که عروسی به دلخواه داماده، شما نمیتونید دخالت کنی. چه باید شد؟ خب آقا فرمودید این هما خانم عیال منه. بله بله عیال شما ایشان. بله. این که فارسی بلد نبود چطور شد زبونش وا شد؟ معجزه است. Thank you.